حزب مستقل بریتانیا به عنوان حزب مخالف اتحادیه اروپا که در پی خروج بریتانیا از این اتحادیه است، وارد جریان اصلی سیاسی کشور شده است. نظرسنجی ها میگوید آنها می توانند در انتخابات اروپا برنده شوند. خبرنگار یورونیوز جیمز فرانی با نیگل فراگ رهبر حزب مستقل بریتانیا دیدار کرده و از او درباره موضوعاتی چون مهاجرت، پوستر انتخاباتی بحث انگیز حزبش و تناقض میان ثبت نام او برای حقوق ثانویه بازنشستگی پارلمان اروپا پرسیده است. نیگل فراگ: بسیار متشکرم برای گفتگو با یورونیوز. سوال اول این که حزب مستقل بریتانیا چه نوع حزبی است و خواسته هایش چیست؟ ما یک حزب دموکراتیک ملی هستیم. ما معتقدیم که انگلستان باید مستقل، خودگردان و یک ملت دموکراتیک باشد، نه بخشی از یک اتحاد سیاسی در بروکسل که در حال حاضر 75% از قوانین کشور را تحت تاثیر قرار داده و به اندازه یک ثروت هنگفت هزینه می‌برد و مانع معاملات تجاری ما با اقتصادهای جدید و در حال ظهور دنیاست. منظورم این نیست که ما ضد اروپا هستیم یا فکر می‌کنیم که در اروپا همه چیز بد است. ما الان هم کمی مانند اروپا هستیم، اما می‌خواهیم کل اروپا اروپای دولت‌ها باشد که با هم تجارت و همکاری داشته باشد. این پروژه فراملی یعنی تلاش بدون رضایت رای دهندگان برای ساختن یک ایالات متحده اروپا سرانجامی ندارد. شما خودتان را به عنوان یک حزب طرفدار آزادی و بازار آزاد معرفی می‌کنید. چطور کمپین شما درباره مهاجرت با این ایده قابل تلفیق است؟ حتی میلتون فریدمن، استاد بزرگ تجارت و بازار آزاد، هم میگوید که شما نمیتوانید حرکت آزاد نیروی کار را بین کشورهای فقیر و ثروتمند داشته باشید، خصوصا با وجود یک نظام تامین اجتماعی. این نکته اصلی است. ما به تجارت آزاد کالا، سرمایه و خدمات بسیار علاقه‌مندیم، اما نمیخواهیم که فقط به اتحادیه اروپا محدود باشد. ما میخواهیم که بریتانیا فعالیت بیشتری در اشل جهانی داشته باشد، خصوصا کشورهای انگلیسی زبان در جهان. و کشورهای مشترک المنافع کشورهای خوبی برای آغاز این کار هستند، اما همچنین به یک مدیریت مسئول در بازار کار نیاز داریم. آنچه ما انجام دادیم این است که بازار کار بریتانیا را با کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر مهاجر اشباع کردیم. مدیران کسب و کارهای بزرگ علاقمندند که دستمزدها را پایین نگه دارند. آیا واقعا فکر میکنید تمام شرکت‌هایی که از شما حمایت میکنند علاقمندند دستمزدهای بیشتری برای داشتن کارگر بریتانیایی بپردازند؟ فکر میکنم بدون تردید صنایع چند ملیتی بزرگ از این دستمزدهای پایین مهاجران سود بردند، اما ما به عنوان یک کشور ضرر میکنیم. باید کودکان مهاجران را آموزش بدهیم، برایشان امکانات بهداشتی و درمانی در بیمارستان‌ها ایجاد کنیم و این روند به افزایش تعداد زیادی از انگلیسی‌های بیکار می‌انجامد که دولت حالا باید به آنها پول بیکاری هم بدهد. بنابراین شرکت‌های بزرگ ممکن است ذی‌نفع باشند، اما به طور کلی ما از این روند سود نمی‌کنیم. اما قطعا اگر شما یک طرفدار واقعی بازار آزاد باشید، خواهید گفت که این دست نامرئی بازار است که باید تعیین کند چه کسانی به کشور ما بیایند. ببینید، چیزهای مهمتری از پول هم وجود دارد. انسجام جامعه مهمتر است و در واقع کار دولت بریتانیا باید این باشد که منافع مردم بریتانیا را در اولویت قرار دهد. میلیون ها خانواده بریتانیایی از این واقعیت که ما درها را به روی 485 میلیون اروپایی باز کنیم آسیب خواهند دید. این آسیب خیلی زیاد چقدر است؟ به خاطر اینکه 209 هزار مهاجر از اتحادیه اروپا تا پایان سپتامبر گذشته در بریتانیا اقامت داشتند، از این تعداد چقدر باید کاسته شود؟ خیلی. چقدر؟ خیلی. نصف؟ نه، ما می‌خواهیم این رقم کم شود و به 10,000 نفر برسد. 30 تا 50 هزار نفر؟ آنچه ما از 1950 تا روی کار آمدن تونی بلر داشتیم، در سال 30 تا 50 هزار مهاجر وارد بریتانیا می‌شدند. ما این سطح از مهاجرت را برای 50 سال نگه داشتیم و این مقداری بود که ما نسبتاً با آن مشکلی نداشتیم. این روند را تغییر دادیم و اکنون این رقم به 200 تا 250 هزار مهاجرت خالص در سال رسیده است و نرخ ناخالصش سالانه 500,000 است. کمیت و کیفیتش باید کنترل شود. تا چه رقمی؟ عدد جادوی حزب شما چقدر است؟ داریم رویش کار میکنیم. اما الان زمان انتخابات است. انتخابات بین ما و 3 حزب دیگر است که وجود 500,000 مهاجر را انکار میکنند. این مبارزه است که ما باید اول در آن پیروز شویم. در این لحظه هنوز چیزی به دست نیامده. شما هیچ رقمی برای مطرح کردن ندارید؟ در این لحظه نه. در حال حاضر ما کنترلی بر تعداد افرادی که وارد بریتانیا میشوند نداریم و نگرانی اصلی من این است که مانند وضعیت بسیار بد در منطقه اروپای مدیترانه، ممکن است ما شاهد موج بزرگ دیگری از مهاجرت باشیم که نمیتوانیم برای آن کاری انجام دهیم. پس اول باید به مسئله کنترل مهاجرت برگردیم و سیستمی مانند سبک استرالیا ایجاد کنیم. من با یک مقام رسمی در بانک جهانی صحبت کردم. آنها میگفتند که استرالیا نیاز دارد درهایش را باز کند، چرا که با کمبود واقعی نیروی کار بدون مهارت روبروست. چطور
یک مقام رسمی در وزارت مهاجرت میتواند مفاهیم بازار آزاد را اجرایی کند. اصلا که گفته باید به حرف بانک جهانی یا هر سازمان شبیه آن گوش کرد. آنها معمولا همه چیز را اشتباه میفهمند. آنها به مدت 8 سال موضوع را به استرالیایی‌ها میگفتند. آیا دانشجویان بریتانیایی میتوانند بروند میوه بچینند؟ چیزی که ما در این کشور داریم این است که تبعیض‌هایی برای مردم بریتانیا در بازار کار در کشور خودشان قائل شده‌ایم و این کار ظالمانه است. این مسئله به یک شکاف بزرگتر در سراسر کشور منجر شده که من در طول دوران زندگیم شاهدش بودم. این کاملا اشتباه است. شما اخیراً پوسترهای انتخاباتی منتشر کرده اید. بحث‌های شما بسیار مشابه دیگر احزاب در اروپا است که بر موج مخالفت با ارزش‌های متعارف سوارند. برای مثال ویلدرز در هلند که به دنبال نزدیک شدن به شما برای تشکیل گروهی در پارلمان اروپا است. همینطور مارین لوپن. چه تفاوتی است میان آنچه درباره مردم آفریقای شمالی و ترک می‌گویند با آنچه شما درباره رومانیایی‌ها و بلغارها می‌گویید؟ نزدیکترین تشابه این است که بریتانیایی‌ها گفتند این پوسترها کمی شبیه پوسترهای حزب محافظه‌کار در انتخابات سال 2005 است. پوسترها به دنبال تحریک بحث و مناقشه بود که به این هدف هم رسید. شما با لوپن و ویلدرز متحد می‌شوید؟ نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه ما از سیاست‌های آنها چه به وسیله رهبرانشان منعکس شود یا نه آگاهیم. در جبهه ملی فرانسه به طور قطع عناصر قدیمی ضد یهود وجود دارد که ما علاقه به آنها نداریم. اما انعکاسی از آنچه ویلدرز و لوپن به حامیانشان میگویند در دیدگاه شما وجود دارد. آنها میخواهند طبقه کارگر را از جهانی شدن و تأثیرات منفی آن حفاظت کنند. فقط کافی است کلمات رومانیایی یا بلغار را با مراکشی ها، الجزایری ها یا ترک ها جایگزین کنیم. آن وقت شباهت های خیلی زیادی میشود دید. موافق نیستید؟ ما به جهانی شدن علاقه مندیم. ما یک حزب مخالف جهانی شدن نیستیم. لوپن ضد جهانی شدن است، اما ما نه. ما به جهانی شدن علاقه مندیم. نمیتوانیم به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا به فرایند جهانی شدن بپیوندیم، به خاطر اینکه آنها حرکت ما در دستیابی به جهانی شدن و معاملات تجاری و توافق با دیگر بخش های جهان را متوقف میکنند. به عنوان آخرین پرسش، شما میخواهید هزینه های اتحادیه اروپا را کاهش دهید. اگر اینطور است، چرا خواهان مزایای ثانویه بازنشستگی پارلمان اروپا هستید؟ اگر علاقمند به کاهش هزینه های اتحادیه اروپا هستید، چرا برای این حقوق ثبت نام کرده اید؟ به خاطر اینکه وقتی مردم خانواده‌ام چیزی داشته باشند. اما رای دهندگان موافق نیستند. سوال غلط است. ما نمی‌خوایم هزینه‌ها را کاهش دهیم، می‌خوایم حذف کنیم. چرا ثبت نام کرده اید؟ من می‌خواهم سهم بریتانیا از 55 میلیون پوند در روز به صفر برسد. می‌توانید با کمی کمک شروع کنید. فکر می‌کنم صادق هستم با شما. چرا ثبت نام کرده اید؟ فکر می‌کنم با شما صادق هستم. این یک موضوع بی‌ربط بسیار کوچکی است در مقایسه با آنچه این کشور می‌پردازد. اما شما بوروکرات‌های شاغل در بروکسل را بدنام کرده‌اید. شما ممکن است بگویید من بدون حقوق باید کار کنم، اما نمی‌شود. تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا در این طرح مشارکت نکردند، چرا که آن را غیر اخلاقی می‌دانستند. چرا شما ثبت نام کردید؟ جداً من که ندیدم. چرا ثبت نام کردید؟ اگر میگویید با افزایش هزینه‌های اتحادیه اروپا موافق نیستید. ببینید، من وارد سیاست که شدم منابع مالی گسترده‌ای را از دست دادم. بنابراین به خودم گفتم اگر فوت کردم به خانواده‌ام فکر کرده باشم. آیا ایده بازنشستگی اتحادیه این است که فرزندان فراق بتوانند یک آپارتمان زیبا در لندن بخرند؟ برای این هدف پرداخت نمی‌شود. ناجو فراش، ثانک یو وری مچ.